با سلام، دکتر بهزاد کاظمی هستم، پزشک خانواده و مدیر و بنیانگذار کلینیک ایرانیان مونترال هستم. از سال 2013 کشور فرانسه رو ترک کردم و اومدم کانادا و تا الان به عنوان پزشک خانواده در منطقه مونترال و مونتریجی مشغول فعالیت هستم و همچنین مسئولیت مدیریت CHSLD، مدیریت دپارتمان پزشکی بخش سالمندان در بورسات رو هم به عهده دارم. 13 مارس بود، دولت کبک اعلام میکنه وضعیت اورژانسی پاندمی کووید در استان کبک و در کل کانادا. جامعه ایرانی ها به خصوص کسایی که جدیداً مهاجرت کرده بودن تو همون هولوش ابتدای پاندمی، من این احساس کردم که نیاز هست واقعاً کمکی بتونم بکنم به جامعه ایرانیان مونترال. و خاطرم از اون زمان به خاطر مریض ایرانی این مسئله بود، اینا از ایران می آمدن قرنطینه می شدن توی محیط ناشناخته، اصلا نمی دونستن خب اگه مریض شدن باید کجا برن، اگر نیاز به دارو درمان دارن کجا برن. شاید برای یک کانادایی این انقدی سخت نبود، کشورشون راه حلش رو پیدا میکردن، ولی برای کسی که مهاجر تازه اومده بود و بهش هم گفته بودن قرنطینه شه خیلی سخت بود. تصورش رو بکنید، بچه 6 ماهه تب کرده تو خونش نشسته قرنطینه با پدر مادرش، اصلا نمیدونن کجا برن، بهشون هم گفتن از خونه بیرون نرید. و من اون زمان تماس میگرفتم با فدراسیون و این مسئله رو دقیقا من باهاشون مطرح کردم، گفتم من فارسی بلدم، فارسی صحبت میکنم، الان مشکلی که ما تو جامعه ایرانیان مونترال داریم این هست که ایران کشوری هست که الان به شدت درگیر ویروس شده. اون زمان هنوز انقدی ما تو کبک این ویروس رو نداشتیم، در صورتی که ایران خبراش میومد که ویروس کووید اونجا زیاد هست. و اینو من مطرح کردم با اونا، گفت یادم اون زمان به من گفتن فعلا دولت هنوز هیچ دستورالعملی نداده، هیچ پلتفرمی در اختیار پزشکان نیست، حتی ما نمیدونستیم چطور باید با مریضا ارتباط برقرار کنیم، از چه پلتفرمی، ویدیو کنسولتاسیون اگه بخواد باشه یا تلفنی، و هیچ کسی نمیدونست. و یادم اون زمان به من گفتن که فعلا ما چیزی نداریم به شما ارائه بدیم، تنها چیزی که میتونیم بگیم برید به مردمتون، به مریضاتون کمک کنیم، اون چیزی که در توانتون هست رو انجام بدید. در تاریخ 19 مارس 2020 کلینیک ایرانی مونترال رو من افتتاح کردم. شرایط اورژانس تنها روشی که من تونستم پیدا بکنم بتونم یه پل ارتباطی بین پزشک و بیماران برقرار بکنم، یه صفحه ساده فیسبوک بود که کلینیک ایرانی مونترال در واقع با یه صفحه ساده توی فیسبوک ایجاد شد. این امکانو دادم به مریضا که از توی خود اون صفحه وقت بگیرن، همه رو وقتا رو گذاشته بودیم توی کلندری تقویمی که توی فیسبوک هست و مریضا از اون طریق وقت میگرفتن و به شکل تلفنی و ویدیو، من پلتفرم ویدیو کانسلتیشنی بودش که پیدا کرده بودم خودم از کالیفرنیا و اون ازش استفاده کردم و تقریبا تمام مریضا رو من به شکل ویدیو کانسلتاسیون اون زمان مشاوره میدادم. اصلا اولش هیچ ایده‌ای نداشتم که واقعا این صفحه فیسبوک کلینیک ایرانیان مونترال که به شکل ویرچوئل بود، مجازی بود در واقع، تا کجاها میتونه پیش بره. بعدا متوجه شدم که یه سری از بیمار ما اصلا از استان کبک نیستن یا حتی در شهر مونترال نیستن. بیمارا میگفتن خودتون هم خبر ندارین ولی پیج فیسبوکتون همینطوری داره شیر میشه دست به دست، تقریبا از شرق تا غرب کانادا این پیج فیسبوک من ظاهرا شیر شده بود و پدر مادرایی که اومده بودن کانادا بلیت برگشتشون کنسل شده بود، خب یه عالمه دارو نیاز داشتن، داروهایشون رو نداشتن. یادم مریض بود از ونکوور، از کالگاری،
از تورنتو، واترلو، از اتاوا، و برای من خیلی سورپرایز شده بودم که تا این حد این صفحه ساده فیسبوک من میتونه کمک کننده باشه. منو تشویق میکرد و خوشحال بودم از اینکه میدیدم که میتونم نقشی داشته باشم، کاری بکنم برای حالا جامعه ایرانیان کل کانادا، و کاری که تو این چند سال، تو این 14 سال گذشته فرصتش شاید برای من پیش نیومده بود و خوشحال بودم که این فرصت پیش اومده بود و منم از این فرصت استفاده کردم بتونم اونجوری که در توانم هست بتونم سرویس بدم به بیماران فارسی زبان.